تو عزل شد، دست بند بزن. در زندان تنگی میاندازی، رخت خوابی به او نمیدهی، سوار بر استر و بر اولاغ، دستگیر که کردی سرشو میتراشی. یکی از کارگزاران امیرالمومنین خبر رسید به حضرت که فلان تخلفو کرده. شاید ما باشیم تخلف آنچنانی نکرده باشه. مأمور بازار اهواز بوده. امیرالمومنین بلافاصله شخصی رو مأمور کردن، فرمودن این حکم و این نامه عزل رو بگیر، میری وارد میشی، این نامه عزل رو میدی به اون حاکم، تو عزل شدی، همونجا دستبند میزنی، دستگیرش میکنی، دستگیر که کردی سرشو میتراشی، سوار بر استر و بر اولاغ میکنی، در تمام کوچه‌های اون شهر در بازار اونو با همون حالت خفت و خاری میچرخونی تا درس عبرتی بشه برای دیگران و جزایی بشه برای کار پلید این شخص. بعد امیرالمومنین فرمودن او را در زندان تنگی میاندازی، رخت خوابی به او نمیدهی و غذا هم که به او میدهی، طعام هم به او میدهی، طعام بد بهش بده. بد یعنی طعامی بده که فقط مکفی او باشه، لذیذ نباشه، کیف نکنه. این امیرالمومنین، اینه که صدای حتی اونایی که اهل اسلام نیستن مثل جرداق مسیحی بلند میشه، کتابی می نویسه صوت العدالت الانسانیه، اوست که به بخشی و ذره ای از عظمت امیرالمومنین پی برده که او میگوید من فقط 200 مرتبه نهج البلاغه را خواندم، 200 مرتبه.